خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا، و قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك جميعا و رحمت الله و برکاته. و عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از کنار حرم مطهر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. مروری داشتیم به برخی از وقایع بسیار مهمی که در این ایام رخ داده. در سال 61 هجری بعد از واقعه عاشورا که سرهای مقدس شهدا، سر مقدس ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه بر روی نیزه و سرهای دیگر شهدای کربلا از این منزل به اون منزل، میبینیم که در احادیث و روایات و تاریخ متعدد به یک وقایه اشاره میشه، معجزاتی که از سر مقدس سیر شهدا سلام الله علیه دیده شده و موجب رستگاری بسیاری شده در همان عصر. هر مسلمانی باید ببیند و بیاندیشد، نه بلکه هر انسانی پیرو هر آیین و دین و مذهبی که باشه، چنین رویدادهایی که برای انسان بسیار شگفت آورند دارای پیام‌های بسیار مهمی هستند قطعاً، چون یک اموری است که اصلاً عرض میشه که درکش بسیار سخت و مشکله. لذا ابتداءً وقتی که به غیر از پیروان مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به غیر مسلمان وقتی که ارائه بشه، عموماً رد میکنن، میگن چه چیزی ممکن نیست. اما وقتی که خبر از چنین اتفاقی داده شده و اخبار متعدد، نه یکی و دوتا و دهتا، اون هم از منابع فریقین، اینجا جای سؤاله که مگر حسین کیست؟ این چه شخصیتی است؟ این چه آقایی است که یک چنین کرامات و معجزاتی بعد از شهادت او دیده میشه؟ پس باید او رو بشناسیم، نسبت به او معرفت پیدا کنیم. وقتی که انسان مراجعه میکنه، من آری او امام و پیشوای بشره،
او جزو خلفایی است که خدای متعال او را قرار داده برای اینکه انسان‌ها تحت امامت این بزرگواران بتوانند در آرامش و سعادت و نهایت انسانیت کنار هم زندگی کنند. او حامل اوامر الهی است، او جزو اون 14 نور عظیمی است که فقط و فقط هدایت بشر در گروه متابعت از آنها و کتاب خداست. پس بنابراین امور انسان رو وامی داره که اونهایی که میشناسن و معرفت دارن معرفت رو بیشتر کنن و اونهایی که محرومن اونها بیان و نسبت به معرفت و شناخت اون عزیز حرکتی کنن و مطالعه و انشاءالله او رو بهتر بشناسن. خب در بیان برخی از این حوادث معجزگونه از سر مقدس فرزند پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم. از جمله از اموری که نوشته شده ساطع شدن نور از سر مقدس در مجلس یزید لعنت الله علیه، دارد وقتی که اسرا را همراه با سرهای شهدا به مجلس یزید بردن ام که تشتی از طلا یا به نقلی نقره آماده کنند. سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میان تشت قرار داد و او رو گذاشت مقابل خودش تا میرسه به اینجایی که دست شده راست کرد اون ملعون دست نجس و پلیدش رو و پارچه ای که بر روی سر مقدس اون حضرت بود این رو برداشت. همچنانی که این پارچه رو برداشت ناگهان نوری از آن سر مقدس تا آسمان بالا رفت و حاضرین مجلس همه شگفت زده شدند. صاحب کتاب اسرار وقایع کربلا نقل میکنه این رو از تذکرة الشهدا، عرض میشه که جلد 2 صفحه 338 و الامام الحسین و اصحابه جلد 1 صفحه 407 و کبریت احمر صفحه 253 و از منابع عامه نقل میکنه از نور العین فی مشهد الحسین اسفراینی شافعی صفحه 86 مخطوط. باز نقلی دارد که تذکرة الشهدا چنین نقل میکنه، میگه وقتی که دستشو دراز کرد این یزید پلید و ملعون لعنت الله علیه و اون روپوش رو برداشت ناگهان نوری از اون سر مقدس ساطع شد و با آسمان رفت و همه حاضران رو مدهوش ساخت. و باز نقل دیگه ای هست به روایتی که وقتی که این روپوش کنار زده شد اون لباها به حرکت در آمد و شروع به خواندن قرآن کریم کرد. این آیه شریفه رو دارد گویا این آیه رو خواند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یزید دید که داره رسوا میشه و خلاصه آبروی حیثیتی برایش نمونده، خاص در مقابل حضار امر رو مشتبه کنه و خلاصه حواس اونها رو پرت کنه. اونجا داره اون چوب خیزرانی که داشت اون ملعون اشاره کرد به لب و دندان و اون جسارت رو کرد و شروع کرد به خواندن اون اشعار کفر آمیز. باز نقل دیگه ای هست که در باب معجزات سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه عرض شد که اینها یک اموری است که یکی و دو نقل نیست، اقوال متعدد هم عامه و هم خاصه. پس اگر کسی آمد و به عنوان یک عالم اسلامی یک عالم مسلمان اینها رو زیر سوال برد یا عرض میشه ولی اعوذ بالله به استهزا درآورد، این شخص از غیر از عرض میشه طریق مسلمانان داره سخن میگه و الا عامه و خاصه اینها متعدد این اقوال رو دارن و اون شخصی که میاد زیر سوال میبره این امور رو و کتمان میکنه یا استهزا میکنه این عرض میشه که راهش غیر از راه و رویه مسلمانان است. خب
حرکت لشکر عمر سعد با نور سر مقدس در تاریکی داره. وقتی که اون لشکر اون ملعون یزید و سپاه عمر سعد اینا حرکت کردن به سمت کوفه، همراهشان 18 سر علوی بود از فرزندان امیر المؤمنین سلام الله علیه، که سرهای مقدس اونها به همراه سر مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اینها را هم جدا کرده بودن و بر نیزه، و اینها برادران و فرزندان و پسر عموهای آقا سید الشهدا سلام الله علیه بودن. خب اینها رو بر نیزه ها قرار داده بودن و بر علم ها آشکار ساختن. نوری از سر مقدس امام حسین علیه السلام همچون ستونی راست و بدون انحراف از طرف زمین به آسمان بلند بود و لشکر در تاریکی به واسطه این نور حرکت میکردن. واقعا چقدر جای شگفتی داره. وقت ببینید چقدر زشته یک شخصی مثلا خودش رو مسلمان بدانه، یک شخصی داعیه مثلا عرض میشه که علم داشته باشه و به عنوان مسلمان عالم مسلمان و بیاد خدای نکرده این امور رو ولی اعوذ بالله به استهزا بگیره یا زیر سوال ببره، پس او در عرض میشه که مسیر و هدف دیگه ایست و انگیزه دیگه ایست. بله در همون عصر و زمان هم یزید و یزیدیان هم داعی اسلام داشتن، اما از اسلامش بهره ای نداشتن، و اگر هم کسی میخواست این امور رو نشر بده، این اخبار رو در میان مردم رواج بده، حکم او قطع بود و او رو میکشتن. اما باز با این خباثت و این عداوتی که اونها نسبت به خاندان رسالت داشتن، میبینیم چقدر اسناد معتبر که برخی از عامه اصلا عرض میشه که تأیید میکنن روات رو و میگن ثقن قابل اعتمادن و بدون انحراف، نوری همچون ستونی راست و بدون انحراف از طرف زمین به آسمان بلند بود و لشکر در تاریکی به واسطه این نور حرکت میکردن. صاحب اسرار وقایع کربلا نقل میکنه از مدینه المعاجز علامه بهرانی جلد 4 صفحه 121 و شرح شافیه صفحه 377 و 378، کبریت احمر صفحه 487 و 488، و از منابع عامه نور العین فی مشهد الحسین ابراهیم ابن محمد اسفراینی شافعی بله صفحه 72 مخطوط. خب باز از وقایعی که ذکر شده راجع به سر مقدس عزیز زهرا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، ساطع شدن نور از دهان مقدس اون عزیز نتنزی در کتاب خصائص می نویسد انگامی که سر امام حسین علیه السلام رو وارد قنسرین کردن، راهبی از صومعه خود متوجه سر مقدس اون حضرت شد و دید نوری از دهان مبارک امام حسین علیه السلام خارج می شود و به آسمان می رود. البته برخی اقوال مفصله که خلاصش تقدیم می شه. صاحب کتاب اسرار وقایع کربلا نقل می کنه از مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 217، مدینه المعاجز جلد 4 صفحه 112، بحار علامه مجلسی جلد 45 صفحه 304، الدمعه الساکبه اسرار الشهاده معالم السبتین. باز نقل دیگه ای هست که از سهل شهرزوری روایت میشه که گفت در ایام شهادت امام حسین علیه السلام از شهر شهرزور خارج شدم تا به بیت المقدس برم. وقتی که میگه به وارد شام شدم یک باب عظیمی دیدم که علمها و طبلها از آن داخل می شود. بعد عده می گفتن که رأس رو از این باب وارد می کنن. می گه تو اون مکان ایستادم، همین که سر را آوردن دیدم مردم دارن خوشحالی می کنن و صداهایشان بلند شده بود. چه کسانی خوشحالی کردن؟ عزیز زهرا سر مقدسش بر نیزه، خوشحالی میکنن ولی عزب الله.
الان هم میبینیم که برخی مروج اینن که روز عاشورای ابا عبدالله الحسین، روزی که جد بزرگوارشون عزادارن، انبیای الهی عزادارن، ملائکت الله، اینها اون روز روز جشن میگیرن. پس بنابراین مسیر یزید میبینیم که ادامه داره و از نسل و ذریه اونها هم باز هستن کسانی که اگر میبودن در اون عصر همین جنایت ها رو هم میکردن و الان روش همون آبا و اجداد خودشون رو دارن. مردم خوشحالی میکردن و صداهایشان بلند شده بود. در این هنگام سر مقدس امام حسین علیه السلام را دیدم که نوری همانند نور رسول خدا صلی الله علیه و آله از دهان مبارکش به آسمان بلند بود. صاحب اسرار وقایع کربلا نقل میکنه، ایشون از منتخب تریحی جلد 2 صفحه 282 و 283 و نیز از مدینة المعاجز جلد 4 صفحه 122. باز از وقایعی که نقل میشه که واقعا اینها عرض میشه که معجزاتی تکان دهنده است، تکلم سر مقدس امام حسین علیه السلام هست. تلاوت آیه فسیکفیکهم الله به روایت سلمة بن کحیل به نقل صفدی، ایشون نقل میکنه که گفت دیدم سر امام حسین علیه السلام رو بر روی نیزه که این آیه رو تلاوت میکرد. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، و به زودی خداوند آنان رو از تو کفایت خواهد کرد، یعنی شر آنها رو از تو کفایت خواهد کرد، که او شنوای داناست. با صاحب اسرار وقایع کربلا نقل میکنه این جریان رو از شرح شافیه صفحه 379 و اسرار الشهاده مرحوم دربندی صفحه 476 به نقل از مرآت الزمان سبت ابن جوزی محیج الاحزان صفحه 576 که ایشون هم به نقل از مرآت الزمان. از منابع عامه این جریان تلاوت این آیه شریف توسط سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، اون هم سر بریده، الوافی بالوفیات صفدی جلد 15 صفحه 200 که اینجا باز میگه در مورد این راوی یعنی سلمة ابن کحیل گفتن این ثقه است متقن. نسائی هم میگه او ثقه است. عرض شد که اینها فقط منابع خاصه نیست و از منابع عامه هم میبینیم که مکرر در منابعشون آمده و از جمله از منابع عامه بله قید و شرید من اخبار یزید ابن طولون صفحه 79 و 80 و ایشون هم از صفدی نقل میکنه. باز همین عرض میشه نقل رو یعنی تلاوت آیه شریفه رو به روایت سلمة ابن کحیل ابن عساکر نقل میکنه که حالا اینجا عرض میشود که میگه از کی نقل میشه تا میرسد به اینجا که و او از سلمة ابن کحیل که گفت سر حسین ابن علی علیهم السلام رو عرض شد که احترامات دیگه این وظیفه ماست و در منابع عامه چنین احترامی نمیشه. سر حسین ابن علی علیهم السلام رو بر روی نیزه دیدم که میگفت فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، این آیه شریفه رو تلاوت میکرد. چی؟ سر بریده بر روی نیزه. فضل ابن جعفر گفت به ابوالحسن اسقلانی گفتم قسم به خدا آیا تو این را از علی ابن هارون شنیدی؟ قسمش میده اون راوی رو، گفت به خدا سوگن خودم از او شنیدم. تمام و اسد گفتن به فضل ابن جعفر گفتیم سوگن به خدا آیا تو این را از ابوالحسن اسقلانی شنیدی؟ گفت به خدا سوگن خودم از او شنیدم.
عبدالعزیز گفت به تمام و اسد گفتم شما را به خدا قسم، آیا شما خود از فضل ابن جعفر شنیدید؟ گفتن به خدا سوگن خودمان از او شنیدیم. ابوالحسن علی ابن مسلم فقیه گفت به عبدالعزیز گفتم قسم به خدا آیا تو این را از تمام و اسد شنیدی؟ گفت به خدا سوگن از آن دو شنیدم. ما نیز به ابوالحسن فقیه گفتیم به خدا سوگن، قسم میدن همدیگر رو، قضیه ساده ای نیست. به خدا سوگن آیا تو این حدیث رو از عبدالعزیز شنیدی؟ گفت قسم به خدا که از او شنیدم. صاحب اسرار وقایع کربلا نقل میکنن از تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر جلد 22 صفحه 117 و 118 و همچنین مختصر تاریخ مدینه دمشق ابن منظور جلد 10 صفحه 92 که واقعا اینها عرض میشه که اینها چیزی نیست که انسان ازش بگذره، فقط و فقط برای اون انسان آزاد و رهای از قیود و تعصبات، فقط همین یک سند مسلم و قطعی، همین جریان که یک چنین واقعی نسبت به سر بریده عزیز زهرا به وقوع پیوسته، فرزند پاک رسول خدا، این وقتی که رفت تحقیق کرد، مطالعه کرد، این یک آگاهی به او میده و حقایقی رو برای او روشن میکنه که بسیاری از منحرفان دیگه نمیتونن او رو گول بزنن. اگر چنینه، این همه اسناد از منابع معتبر عامه، منابع معتبر خاصه نقل میشه، و وقت اگر کسی آمد واقعه کربلا رو به عنوان یک حادثه معمولی، یک جنگ ساده جلوه داد، انسان متوجه میشه که قطعا این راه شیطانه و این طریق شیاطینه که چی که بخوان جلو نور رو بگیرن، بخوان جلوی هدایت رو بگیرن، بخوان چیکار کنن، عرض میشه که به مقابله این انوار الهی برن. وقتی که انسان میبینه همچین جریاناتیست، عجب، اگه هزار نفر هم جمع بشن بگن آقا نه چیزی نبوده و گذشت و یه جنگی بود و تموم شده، این سر و صدا نداره، اینقدر تو سر و صورت نمیخواد بزنی تو فلان، انسان وقت میفهمه حقیقت چیه، وقت راه خودش رو پیدا میکنه. باز راجع به تلاوت این آیه شریفه به روایت سلمت ابن کحل به نقل جوینی، ببینید اینا بزرگان عامه هستن، جوینی نقل میکنه که با اون تفاصیلی که ایشون میگه روایت کرد برای ما شیخ بزرگوار و پاک دامن، یعنی روایت رو اینا رو چقدر تجلیل میکنن ازشون، و پاک دامن بدرالدین ابو علی خلال تا تفصیلاتی که میگه در عرض میشه بر او قرائت کردم در اصفهان به سال 492، بعد او هم میگه شنیدم از باز روایات یک به یک نقل میکنه تا میرسیم به اینجا، که اگه خواسته باشیم تمام اون از میشه روایات و اینها رو هم نقل بکنیم، دیگه زمان کم است و فرصت کم. میگه برای ما حدیث کرد سلمت ابن کحل که وی گفت سر حسین ابن علی علیه السلام رو بر روی نیزه دیدم که این آیه رو قرائت میکرد، فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. واقعا چه معجزه ای از این بالاتر، جز این است که این حجت خداست، جز این است که این انسان ولو در ظاهر قالب انسان عادی ظاهرش، اما این خلیفت الله، این امام و حجت خداست، امام بر کل بشره. مؤلف میگه من این حدیث رو از شیخم ابو علی حسن ابن خلال شنیدم. بعد میگه شیخ ما ابو علی حسن ابن خلال گفت ما به شیخ ما ابو الفضل همدانی گفتیم خدا رو شاهد میگیریم. خیلی عجیبه که واقعا اینها یک به یک خدا رو شاهد میگیرن و قسم میدن اون طرفشون رو که ازشون شنیدن که ببینن واقعا این درسته یا نه. خدا رو شاهد میگیریم که آیا تو این حدیث رو از حافظ ابو طاهر سلفی شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم.
ابوالفضل همدانی گوید ما به حافظ ابو طاهر سلفی گفتیم، خدا رو شاهد میگیریم، آیا تو این حدیث رو از ابو علی حداد شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که از ابو علی حداد شنیدم. شیخ ما حافظ ابو طاهر سلفی گفت ما به ابو علی حداد گفتیم، خدا رو شاهد میگیریم، آیا تو این حدیث رو از ابو سعد شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. ابو علی حداد گوید به ابو سعد گفتم، خدا رو شاهد میگیرم که تو این حدیث رو از عبدالوهاب شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. ابو سعد گوید به عبدالوهاب میدانی گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از فضل شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. عبدالوهاب میدانی گوید پس ما به فضل گفتیم، خدا رو شاهد میگیریم، آیا تو این حدیث رو از عسقلانی شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. فضل گوید من به ابوالحسن عسقلانی گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از علی ابن هارون شنیده ای؟ عسقلانی گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. ابوالحسن عسقلانی گوید به علی ابن هارون انصاری گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از محمد ابن احمد مصری شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. انصاری گوید به محمد ابن احمد مصری گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از صالح شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. محمد ابن احمد گوید به صالح گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از معاذ ابن اسد شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. باز نقل میکنه از صالح که گوید به معاذ ابن اسد گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا تو این حدیث رو از فضل شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. باز معاذ میگه به فضل گفتم، خدا رو شاهد میگیرم که این حدیث رو از اعمش شنیده ای؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. فضل میگه به اعمش گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا این حدیث رو از سلمه شنیدی؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم. اعمش میگه به سلمت ابن کوهیل گفتم، خدا رو شاهد میگیرم، آیا خودت این آیه رو از سر حسین علیه السلام شنیدی؟ سلمه گفت خدا رو شاهد میگیرم، شنیدم سر مقدس آیه فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم رو در باب فرادیس در دمشق تلاوت میکرد و تمثیل و تشبیهی هم در کار نبود. فرائد الصمتین جوینی جلد 2 صفحه 169 و دیگه واقعا حجت تمام بر همه. جانها به قربانت یا ابا عبدالله، ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، وسکین چه ها در این ستم آباد کرده ای. بر تعنت این بس است که با اطرت رسول، بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای. ای زاده زیاد نکرده است هیچ گه نمرود این عمل که تو شداد کرده ای. کام یزید داده ای از کشتن حسین، بنگر کرا به قتل که دلشاد کرده ای. بهر خسی که بار درخت شقاوت است در باغ دین، چه با گل و شمشاد کرده ای. با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای. حلقی که سوده لعل لب خود نبی بران، حلقی که سوده لعل لب خود نبی بران، آزرده اش به خنجر بیداد کرده ای. ترسم تو را دمی که به محشر برآورند، از آتش تو دود به محشر درآورند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.